صنعت گردشگری ایران با بحران عمیق‌تری مواجه شده است. طبق آمارهای جدید، شمار مسافران از آلمان به ایران بیش از 50% کاهش یافته و نیمی از راهنمایان گردشگری به دنبال شرایط نامساعد از این صنعت خارج شدند. تحریم‌ها و تحولات سیاسی در منطقه عوامل اصلی این کاهش به شمار می‌روند. همکارم در گزارش خود به بررسی این موضوع پرداخته که با هم می‌بینیم. صنعت گردشگری ایران به شدت با بحران مواجه شده است. طبق داده‌های اداره آمار آلمان، شمار مسافران از آلمان به ایران در 6 ماه گذشته بیش از 50% کاهش یافته است. این کاهش به خروج نیمی از راهنمایان گردشگری از این صنعت منجر شده و نگرانی‌های جدی درباره آینده این حوزه ایجاد کرده است. تحریم‌ها و تحولات سیاسی و امنیتی در منطقه به ویژه در خاورمیانه از عوامل اصلی این وضعیت به شمار می‌روند. در حالی که شمار گردشگران به عراق در همین بازه زمانی افزایش یافته، صنعت گردشگری ایران تحت فشار بیشتری قرار دارد. این شرایط نه تنها بر آمار گردشگران تأثیر گذاشته، بلکه به اقتصاد کشور و صنایع مرتبط آسیب جدی وارد می کند. علاوه بر این، عدم وجود زیرساخت‌های مناسب و خدمات با کیفیت به کاهش جذابیت ایران برای گردشگران بین المللی دامن زده است. بسیاری از گردشگران به دلیل شرایط ناامن و عدم اطمینان تمایلی برای سفر به ایران ندارند. بهبود وضعیت صنعت گردشگری نیازمند توجه به این معضلات و ایجاد شرایط مناسب برای جذب مسافران است. همراه هستیم با دکتر علیرضا الفت، کارشناس حوزه اقتصاد و فناوری از تهران. آقای دکتر سلام و عرض ادب. آقای دکتر، با توجه به کاهش چشمگیر گردشگران خارجی به ایران و نقش تحولات منطقه‌ای و سیاست‌های ایران در این روند، به نظر شما چه اقداماتی میتونه باعث بهبود وضعیت صنعت گردشگری و جذب دوباره مسافران بشه؟ بفرمایید. سلام عرض کنم خدمت شما و بینندگان محترمتون. ممنونم. عرض کنم که توی گزارش مستان 2007 داشتیم سازمان جهانی گردشگری، ایران جزو 5 کشور اول میراث فرهنگی هستش و جزو 10 کشور اول پتانسیل جذب گردشگر. یه آماری هم هست که نشون میده 10% درآمد کشورها به صورت متوسط از گردشگری و این رو تقدیم میزه سازمان جهانی گردشگری تا 30% برسه. پیشبینی میکنه که تا 2030 8.1 میلیارد نفر با مسافرت داشته باشیم برای گردشگری. اما اون چیزی که در ایران اتفاق افتاده، ایران در حال حاضر با داشتن این ظرفیت تو رده 77 جهانی هستش و این در حالی هستش که صرفا کسی که وارد ایران شدن تو این چند سال اخیر از عراق و ترکیه و افغانستان و پاکستان و ارمنستان و آذربایجان و ترکمنستان و بحرین و کویت و چین بودن و این عددی که در دعوتی مورد کشور دیگه هستش بسیار ناچیز هستش. به این ترتیب ما اون ظرفیت گردشگری بالایی رو که تو دنیا داشتیم از دست دادیم و همچنان داریم از دست میدیم. تو نظرسنجی و تو تحقیقات که سال گذشته انجام شده، دوستی با جهان رو پرسش شوندگان 88% مؤثر دونستن در توسعه صنعت گردشگری، برطرف کردن ایران حراسی رو هم 9%، اما 3% هم گفتن ما فقط با کسانی که رابطه دوستی داریم این رابطه‌مون رو تقویت بکنیم. مشخصا در این زمینه با توجه به اینکه بالاخره نظر جمع نظر اوغلایی هستش و خیرات جمعی توش حاکم هستش و بنابر آنچه که ما داریم می‌بینیم، تنها راه ما دوستی و کشورهای جهان برای اینکه بتونیم از این ظرفیت بالای جذب درآمد گردشگری توی درآمد ملیمون استفاده بکنیم. ممنونم از همراهیتون. با تشکر از دکتر علیرضا الفت، کارشناس حوزه اقتصاد و فناوری از تهران که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.